خبری تلخ و ناگوار در رابطه با سینا کوچولو، بیمار مبتلا به SMA منتشر شده که همه رو سخت ناراحت و متعجب کرده و باعث شده تا هنرمندان و سلبریتی ها به این ماجرا واکنش جدی نشون بدن. در این ویدیو به این موضوع میپردازیم. قبل از ادامه اگه به ویدیوهای ما علاقه مندید از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید. ما شروع تقاضی دارو نداریم. آفرین نره، ما این همه آدم واسه نمیدیم اینجا کردیم، شعارم نمیدیم. شما واقعا تا یه ساعت که درگیری شدیم، کنید داریم میخواد از سایی کشون بچه بیچری میخواد ما ها رو بزنید. نه، بابا این کنار شما این پلیس کنار شما. خب از برای چی میگیم ما بریم؟ شما بیشتر، نه ما نگفتیم بریم. نه، قول بسترم، باشیم ما پیگیریم، شما که بینه چه برسیم. با بوجه توقیف یه دونه مزرعه ارز دیجیتال غیر قانونی میشه کل پول بچه های اسمه یا در آورد. چجوری میگین بودجه ندارید؟ توی بودجه 2000 میلیارد یه ذره جا واسه بچه های اسمه نبود. چقدر میشه تهش؟ چش سینا رو همه ما با نطق‌های قرا و همراه با منطق و دلیلش به یاد میاریم. پسری ویلچر نشین که مدتی پیش ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی از اون دست به دست شد که در اون از نبود دارو برای بیماران مبتلا به SMA سخن میگفت. اون به همراه چند نوجوان مبتلای دیگه و خانواده هاشون مقابل مجلس تجمع کرده بودند تا صداشون به این نحو به گوش فرد یا افرادی برسه که میتونه کاری براشون بکنه. اونها از این میگفتن که بارها تضمین گرفتن که به خواسته هاشون میرسن اما محقق نشده. از این میگفتن که چرا هزینه و بودجه لازم برای تامین داروهای مبتلایان به این بیماری فراهم نمیشه و اینکه معلوم نیست قرار تا کی روی ویلچر بشینن و برای ابتدایی ترین کارها متوسل به همراهی یکی از اعضای خانوادهشون باشن. صحبت‌هایی که در همون بازه زمانی حسابی در فضای مجازی بازتاب داشت و بسیاری رو با اونها همراه کرد. حتی افرادی که خیلی با بیماری SMA آشنایی نداشتن و شاید تا به حال اسم اون هم حتی به گوششون نرسیده بود. اون بعد از این اتفاق باز هم با برنامه‌های گفتگو کرد و در بین حرف‌های خودمونی ترش از این گفت که علی کریمی رو دوست داره و دلش می‌خواد اون رو از نزدیک ببینه. حالا هرچند به قول خود علی کریمی دیر، اما بالاخره این دیدار محقق شد. ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه کریمی رو کنار سینا نشون میده با یادگاری‌های نظیر لباس و توپ با امضای خودش. سینا از اون میخواد بهونه‌ای باشه و وسیله‌ای برای آشنایی بیشتر مردم با بیماری SMA، یه بیماری ژنتیکی که به مرور زمان عضلات رو تحلیل میبره و در نهایت به کم شدن قدرت و تحرک ماهیچه‌ها منجر میشه و در موارد حادتر با درگیر کردن عضلات تنفسی موجب بروز مشکلات تنفسی و بیماری‌های ریوی میشه. در جریان همون تجمع ماه آذر، مادر یکی از مبتلایان به این بیماری گفته بود داروی این بیماری یکی از گران‌ترین داروهای جهانه که متأسفانه در حق کودکان SMA ایرانی اجحاف میشه و داروی اون به جای اینکه در سبد دارویی قرار داشته باشه در دست مافیای داروه. خبرگزاری ایرنا بعد از این اتفاق گفتگویی با سینا علیخانی ترتیب داد و از این نوشت که رئیس جمهور واردات دارو برای تمام بیماران عضو انجمن حمایت از بیماران مبتلا به SMA رو در دستور کار قرار داده و تأکید کرده که بودجه اون در برنامه‌های جاری لحاظ بشه. سینا هم با امیدواری از این گفته بود که تونسته با رئیس جمهور ملاقات کنه و قرار بر این شده که این دارو به مدت 6 ماه به صورت آزمایشی وارد ایران بشه و در صورت تایید اثر بخشی اون برای همیشه در سبد دارویی کشور قرار بگیره. اتفاقی که به نظر میرسه هنوز محقق نشده، چون سینا به علی کریمی میگه 10 بچه مبتلا به SMA دیگه فوت کردن ولی هنوز دارو نیومده. اما به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین،
سینا علیخانی که از گذشته تا کنون و در ملاقات با مسئولان کشوری از جمله رئیس جمهور، معاونت دارو و درمان وزارت بهداشت و رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به نمایندگی از بیماران SMA کشور مطالبه گری داشته، چندی پیش در اثر شدت وخامت بیماری در بیمارستان بستری شد. این نوجوان 14 ساله و دانش آموز کلاس 9 به علت وخامت بیماری از روز گذشته بعد از انجام یک عمل جراحی در بخش ICU بستری شد. مرتضی علیخانی پدر این نوجوان مبتلا به SMA از فوت برخی از مبتلایان به این بیماری به علت وخیم‌تر شدن حالشون میگه که عمده اون به سبب فقدان داروه. وی با توضیح اینکه ستون فقرات افراد مبتلا به این بیماری به مرور زمان و در اثر نرسیدن دارو تغییر شکل میده ادامه داد، ستون فقرات این بیماران باید تحت یک عمل جراحی به فرم اولیه برگرده که این جراحی بسیار سنگین و با درد زیاد همراهه. به گفته علیخانی، عمل سینا موفقیت آمیز بوده اما به دلیل درد زیادی که تحمل میکنه فعلا در بخش ICU بیمارستان نورافشار تهران تحت مراقبت قرار داره. اما در واکنش به این موضوع برخی سلبریتی ها واکنش های جدی داشتن. علی کریمی در اینستاگرامش نوشت فقط برای مردم پول نیست. دکتر عین‌اللهی بی‌ارز سینا تا صبح از شدت کمردرد و خونریزی هوار زده. همچین شبی رو برای خودت و عزیزات آرزو میکنم. یادت گفتی برای سلامتیش دعا میکنم؟ خاک بر سر بی‌لیاقتت. وزیر کارش تهیه دارو هست نه دعا کردن. لطفاً صدای رسای سینا باشید. پرستو صالحی هم در استوری خود نوشت با پولهای اختلاس شده میشد کلی مریض رو درمان کرد، میشد داروهای خاص وارد کشور کرد، میشد زنده موند، زندگی کرد. ای لعنت بهتون که جز تباهی چیزی برای اون سرزمین نداشتید. برای بچه های SMA دعا کنید، مخصوصا سینا. جواد خاجوی هم در این باره در استوری خود نوشت دعا کنید این پسر شیرین زبون زودتر خوب بشه و از ICU بیاد بیرون. نازنین بیاتی هم با انتشار تصویری از سینا علیخانی و تک کردن آیدی پیج اون به این موضوع واکنش نشون داده. مونا بانکی پور در استوری خود نوشت پولا میره واسه چای و باقی داستانا. امثال شماها که آینده کشورین باید در خطر باشه جونتون. چقدر غم‌انگیز. نیما شعبان نژاد هم در استوری خود نوشت من فهمیدم تو ایران بی ارزش ترین چیز جون انسانه. احمد ایران دوست هم نوشت آفرین نداره. دمت گرم شیر مرد. آرزوی بهبودی عزیز دلم. نسیم ادبی با انتشار عکسی از سینا علیخانی با حالت مغموم نوشت ای خدا. لیلا بلوکات هم در واکنش به این ماجرا نوشت سینا کودک خوش سخن ایران و سفیر سلامت بیماران SMA با بدقولی رئیس جمهور و وزیر بهداشت روانه ICU شد. نجمه جودکی در استوری خود نوشت تلخترین خبر امشب سینا کودک مبتلا به SMA در ICU بستری شد. دوستان عزیز ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه میخواید از آخرین ویدیوهای ما باخبر بشید ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد بدرود.